در واکنش به حمله های اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن فلسطینی های ساکن این سرزمین، اعراب ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس به بیعملی دولت های خود در قبال حمله ها به شدت انتقاد کردند. اسرائیل میگوید در پاسخ به موشک پرانی های کورکورانه حماس و جهاد اسلامی از غزه به شهرهای اسرائیل و برای دفاع از شهروندان خود ناچار است زیرساخت های نظامی غزه را نابود کند. افشار سیگارچی گزارش میدهد. اعتراض های مردمی به حمله های نظامی اسرائیل از رسانه ها و شبکه های اجتماعی به خیابان های شهرهای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کشیده شده است. کشورهایی که با میانجیگری دولت پیشین آمریکا مناسبات خود را با اسرائیل عادی کردند. عبدالخالق عبدالله تحلیلگر در امارات متحده عربی به آسوشیتد پرس میگوید کشورهای عرب نمیتوانند مساله فلسطین را برای همیشه به فراموشی بسپرند. آقای عبدالله در ادامه می‌افزاید صرف نظر از اینکه در حال حاضر اولویت‌های ملی یا منطقه‌ای شما چه باشند، در یک چنین رویدادی مسئله فلسطین به پیش زمینه باز می‌گردد و برایتان مشکل ایجاد می‌کند. دولت‌های عرب با انتشار اعلامیه‌هایی خشونت در هر شکل آن را محکوم کردند. دولت امارات تا آنجا پیش رفته که به رغم عادی کردن مناسبات با اسرائیل، آن دولت را تجاوزگر قلمداد کرده است. جامعه مدنی بحرین نیز در بیانیه‌ای از دولت خواسته است بیدرنگ سفیر اسرائیل از کشور اخراج کند. واکنش‌ها و اعتراض‌ها به حمله‌های نظامی اسرائیل به کشورهای عرب محدود نشده و در خود اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن فلسطینی‌ها به تظاهرات گسترده دست دادند. اعراب ساکن اسرائیل که بیش از 20% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، علاوه بر اعتراض‌های گسترده به دولت نتانیاهو، روز سه‌شنبه اعتصاب همگانی اعلام کرده و کسب و کار را تعطیل کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری نیز از اعتصاب حمایت کرد و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را تعطیل کرد تا همگان بتوانند به اعتصاب بپیوندند.